از شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از لکنو پیرامون این گزارش دعوت ما عمل آوردیم. حاج آقا سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. حاج آقا در رابطه با خبری که شنیدیم و تعامل شیعیان با دولت هند در زمینه لایحه اوقاف ممنون میشم برای بینندگان ما توضیح بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی و حسین علیه السلام. ممنونم. همچون که مستحضر هستید، این لایحه که دولت باجپا در پارلمان هند آورده، در مجلس هند آورده، اگر این تصویب می شود بشود، تقریبا تمام اوقاف از دست شیعیان خارج می شود. یعنی فقط کسانی که بیشترین ضرر را می بینند شیعیان هند هستند، چون بیشترین اوقاف مال امام حسین علیه السلام و وقف امام حسین علیه السلام و وقف کربلا معلا و وقف کربلا و عزاداری هست. لذا اگر این تصویب نامه و این لایحه جدید امضا بشه و در پارلمان اجرا بشه، خیلی به ضرر مسلمانان خصوصا شیعیان و خصوصا عزاداری سید الشهدا می شود. لذا علمای هند و کسانی که در حزب‌های مختلف هستند، هم هندوها هم مسلمانان هم شیعیان، مخالف این لایحه هستند و لذا دولت یک کمیته را تشکیل داده که الان داره با علما ملاقات می کند. لذا در این سبب آقای سید سیف عباس نقوی، یکی از وکلای سید آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی، هم دیروز مکتوباً تمام ایراداتی که در این لایحه هست را دادن، چون دولت تصویب داره که این لایحه را تقریبا از دست متولیان شیعه خارج کنه به دست دولت بیاد و این اگر اینجوری بشه و غیر مسلمانان در اوقاف شیعه داخل بشن، خیلی به ضرر شیعیان و مسلمان خواهد بود. امیدوار هستیم که با این گفت و شنیدها و با این ملاقاتها انشاءالله بتوانیم راه حلی پیدا بشه و بتوانیم از اوقاف شیعه تحفظ کنیم و اون را نگه داریم انشاءالله. انشاءالله. ممنونم از همراهیتون. با تشکر از شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از لکنو که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.